بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خدای بزرگی که به دلها و قلبها آرامش میبخشه. سلام میکنم به دلها و قلبهای پاک شما عزیزان و دستان پرتلاش و پرتوانتان و آرزوی سعادتمندی و جانجوری دارم برای یک یک شما هموطنان خوبم. چی حال احوال دارین؟ خوب هستین؟ جور هستین؟ سعادتمند؟ خدا را شکر امید دارم که در هر جایی که هستی و بیننده برنامه روشنا هستی دلها و قلبهایت پاک باشه و امیدت به خدای بزرگ و مهربان. راستی، رنگ زندگیتان چیست؟ تا به حال به این موضوع فکر کردین؟ تا به حال به زندگیتان، به احساساتتان، به فکرها و تفکراتتان، به امیدتان رنگ بخشیدین؟ اگر تا به حال در این مورد و در این چیزا فکر نکرده بودین، بیایم از امروز به زندگی خود ما رنگ خدایی، رنگ امید، رنگ صفا و صمیمیت ببخشیم. او وقت ببینیم که چقدر ما به طرف موفقیت ها پیش میریم و چقدر میتونیم به هدف های زندگی ما برسیم. خب، اما شاید براتون سوال باشه که موضوع امروز ما چی هست؟ بله، امید به زندگی و یا ای که به رنگ امید. این موضوع برنامه روشنا هست که تقدیم شما عزیزان میشه و میفهم که بسیار علاقه من هستین که ببینین و بشنوین، چرا که بانو دکتر صاحب خانم محدثه رضایی کارشناس امروز برنامه روشنا هست. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به نام خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره، به نام خالق مهر و امید و به نام پروردگار آب و آینه. سلام دارم خدمت شما همکار مهربان و عزیز و نازنین و همینطور همه بینندگان محترم این برنامه. آرزومندی هستم که در این ساعات و لحظات از روز تا به حال انشالله با صحت و سلامت و با ایمان و امید سپری کرده باشن و ساعات باقی مونده از روز و روزهای آینده و روزهای پیش رو برای اونها روزهای سرشار از امید به آینده، توکل به خدا و تلاش و تعهد برای ساختن فردایی بهتر به بهترتر، اول برای خود، بعد برای جامعه و در نهایت برای جهان هستی باشیم انشالله. انشالله، بسیار عالی و تشکر. خواهش میکنم. خانم رضایی، ما همیشه در زندگی خود تابال به این مورد فکر نکرده بودیم که زندگی خود ما رو بیاییم رنگ بتیم بهش. رنگ زندگی چی میتونه باشه؟ بله. یا ای که رنگ امید چی میتونه باشه در زندگی ما؟ بله، خب تشکر میکنم از باب مقدمه‌ای که شما خدمت دوستان و عزیزان ما در برنامه توضیح دادید. خب ما انشالله از این به بعد قرار هست موضوع برنامه محور اصلی که در خدمت دوستان و بینندگان عزیز هستیم بحثی است تحت عنوان به رنگ امید. مبحث اصلی مفهوم امید، معنای امید و مباحثی است که مرتبط با امید است. اما من فکر میکنم که لازم هست قبل و به عنوان یک مقدمه یک توضیح خیلی مختصر و مفید داشته باشیم خدمت بینندگان عزیز ما. خب واقعیت غیر قابل انکار است که ما در کلیت جهان مواجه شدیم با حوادث و اتفاقات تلخ و ناخوشایند بسیار زیاد و متعددی که یکی از پررنگترین اونها که حوالی نزدیک به 2 سال هست. بله. که در جهان به عنوان یک بلا به اصطلاح یا به لحاظ علمی به عنوان یک پاندمی تمام سراسر کشورهای جهان رو فرا گرفته. بله. و بعد باعث اتفاقات ناخوشایند بسیاری اهم از به هم خوردن سامان و نظم عمومی و محدود شدن روابط انسانی، از بین رفتن کار و مشاغل بسیار زیادی، ضررهای اقتصادی کلان در کلیت جامعه و برای تک تک افراد، و از همه تلختر و به اصطلاح می شود گفت که که باعث ناامیدی بیشتری میشه برای دوستان و عزیزان و برای همه انسانها، بحث مرگ هست. باعث واقعیتش این که از دست دادن ابتلا به این ویروس در تعداد قابل توجهی نزدیک به 5 میلیون نفر از
انسان‌های روی کره زمین موجب مرگ شده و مرگ هر عزیزی در هر خانه‌ای به معنای ایجاد یک به عبارتی حس غلیظ و بسیار عمیق و پررنگ ناامیدی در اطرافیان میشه، خصوصا اگر خدای نکرده او عزیزی که از دست میره سرپرست او خانواده باشه، بزرگ او خانواده، قیم و سرپرست اطفال و مادر یا پدرهایی که جوان هستند و هنوز او اطفال اونها و فرزندان اونها به او اندازه از رشد نرسیدن که خود ناسکان زندگی به دست بگیرن و حداقل بتوانن تا یک اندازه مسیر زندگی خورتی کنن. خب بسیار بسیار سخته. ولی در کنار این آن چیزی که در چند ماه اخیر در کشور ما به صورت خاص اتفاق افتاده این می شود گفت که اضافه بر آن چیزی است که در کلیت جهان علاوه بر اون مشکل کرونا جهانی هست، که در کار است مشکل دیگه هم متاسفانه مشکلات مربوط به کشور ما و مسائل سیاسی و امنیتی و به طور کل اتفاقاتی که در چند ماه اخیر افتاده، خب متاسفانه یک واقعیت بسیار بسیار تلخ که گاهی وقتها یعنی قلب آدم رو به درد میاره و دیدن بعضی از صحنه ها باعث میشه که آدم ناخودآگاه یک حس غریبی از ناامیدی و حس تلخی از اینکه دیگه ما آینده ای نداریم ما بله. یا به اصطلاح ساده تر سوالی که بارها و بارها شاید بیشتر از میلیون ها بار در طول این مدت به ذهن پیر و کودک و جوان و نوجوان ما رسیده، ای که ما چطور خود شدیم، به کجا خود رفتیم، چه اتفاق خواهد افتاد. نمایشی که متاسفانه نمایش تلخی که در فرایند این اتفاق افتاد، مهاجرت بسیار بسیار عظیم و قابل توجهی از نخبگان جامعه، از باسوادها، از کسانی که به هر حال یا در عرصه های اقتصادی صاحب قدرتی بودن یا در عرصه های فرهنگی، مثلا کسانی بودن اهم از اساتید پوانتون ها و دانشگاه ها، از افرادی که فعالیت های فرهنگی میکردن و و و اینقدر خب شرایط سخت شد که مجبور شدن برای مهاجرت ها و باز او صحنه تلخی که متاسفانه از افغانستان و از مردم افغانستان و از وضعیت افغانستان به جهان نمایانده شد. خب همه اینها کنار هم میشود گفت که صحنه های تاریخ و تلخی است که اتفاق افتاده و ما نمیتوانیم از واقعیت فرار کنیم و وجود اینها در صحنه زندگی ما کاملا بروز داره. یعنی قسم نیست که بگیم که شایعه است یا فلان اتفاقه یا برداشت فلان شبکه خبری است یا نه، یک واقعیتی است که خود ما با تمام وجود، خصوصا همتاران عزیزمون که در داخل هستن، این را لمس کردن و دیدن. بله. و حتی بدتر از او متاسفانه وضعیت فعلی مردمی که در حال حاضر در کشور زندگی میکنن به لحاظ مشکلات عمیق اقتصادی که ما در طول چند سال اخیر تجربه کردیم و در طول چند ماه اخیر بیکاری های فجیع، روشن نبودن تکلیف وضعیت مردم و یک جور ابهامی که باعث شده کسی به اصطلاح عامیانه تر اصلا دست دل به کار نره، کسی تمایلی به این نداشته باشه که مغازه بره، دکان بره، یا دست به کاری بزنه. خب بسیار از ادارات تعطیلی های اونها باعث شده که صاحبان اون مشاغل بیکار باشن، ده خانه بمانن و بعد یک ابهام بره. ببینید همه اینها با هم یک واقعیت تلخی رو ایجاد کرده در مملکت که حس امید بین مردم و ما و امیدواری و نگاه روشن نسبت به آینده داشتن رو بسیار بسیار کمرنگ کرده. و این رو ما بر اساس ای که خب ما بینندگان عزیز ما متمایل حقیقی و واقعی ما و هدف و رسالتی که به عهده داریم است که تا جایی که در حد توان ما هست او چیزی رو برای مردم بگوییم که اونا نیاز دارن. یعنی هدف ما است که انشاءالله گامی برداریم برای حل مشکلات، گامی برداریم برای که مسیر هموارتر بشه، در حد توان، در حد وسع خب کاری بکنیم که مردم ما احساسات اونها، افکار اونها و اندیشه های اونها بره به سمت امیدواری، بره به سمت روشنایی، بره به سمت به اینکه آینده خوبی خواهد بود انشالله و شفافیت بهتری داشته باشیم. لذا با وجود تمام مشکلاتی که هست بله، باز هم ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده. بله بله انشالله. پس هدف و غرض ما از انتخاب این مبحث و مطرح کردن این موضوع است که در کنار هموطنان عزیز ما، حالا شاید به لحاظ فضا ممکنه فضای ما مشترک نباشه، نتوانیم دقیقاً هم به عبارتی دوشادوش آنها باشیم یا در فضایی که اونها زندگی میکنن، ولی قطعاً به لحاظ فکری و به لحاظ اندیشه و به لحاظ همدلی و همدردی و همفکری با عزیزان ما بسیار بسیار زیاد میتوانیم که انشالله مفید و مؤثر باشیم. بنابراین انتخاب این موضوع است که همونطور که شما گفتین برای همه اقشار جامعه، از مردان گرفته تا زنان و باز به صورت خاص برای دسته از بانوانی که حالا به دلیل شرایط خاصی که پیش آمده ممکنه که این حس و این به عبارتی احساس در وجود اونها پررنگ تر باشه. بله بله. هدف ما ایست که انشالله این مبحث رو پی بگیریم، بررسی بکنیم، ابعاد مختلف رو انشالله مطرح بکنیم و دوستان و عزیزان شنونده و بیننده ما بعد از مطرح کردن این مسائل اونها رو با خود خوب بیشتر بیاندیشن، بررسی شخصی داشته
داشته باشن، روی مسائل بیشتر فکر بکنن، که انشالله منجر به این بشه که باور بکنیم که والله معنا، خدا همیشه با ماست. و من هر کدوم از ما با توجه به سابقه به اصطلاح بسیار درخشانی که کشور ما و ملت ما و سرزمین ما در حوادث تلخ اسات خوب جا گذاشته، ما در سابقه صده های اخیر ما، صد سال اخیر در کشور ما مسابقه جنگیدن و مبارزه کردن و تلخ کامی هایی که در از مواجهه با ابرقدرت های مطرح جهان داشتیم رو چشیدیم و خدا رو شکر الحمدلله در همه اونها سربلند و سرافراز سر برآوردیم. از خاطر همین مقاومت که دارن ما میتونیم اطمینان داریم که اگر هم خدای نکرده ناامیدی در زندگی ایشان وجود دارد، دیگه کم کم اون ناامیدی به امیدواری منجر شده و ختم شده. به هر حال ما مردمی هستیم که تجربه چندین جنگ و مبارزه رو با انگلیس داشتیم و نهایتاً استقلال خود از انگلیس گرفتیم. ما تجربه یک دهه به بیشتر از یک دهه جنگ با اتحاد جماهیر شوروی به عنوان ابرقدرت شرق رو داشتیم. همون دیگه مقاومت و ایستادگی‌های زیاد داشتن دیگه. بله. و در نهایت ای به عبارتی مقاومت و تلاش و مبارزه مردم ما منجر به خروج به اصطلاح شوروی از کشور ما شد. و در حادثه‌ای که چند ماه اخیر افتاد که می‌شود گفت حتی جهان رو به حیرت در آورد، شاید اینجا مبارزه ای اتفاق نیفتاده، ولی به هر حال تلاش مردم برای به عبارتی بهتر زیستن و شاید او واقعیت غیر قابل انکار هویت ملی ما باعث این شد که بعد از حضور 20 ساله و تلاش می شود گفت که همه جانبه ای که به اصطلاح بر قدرت جهان در کشور ما انجام داد، ولی به هر حال مجبور به این شد که به طور کل از افغانستان خارج بشه. شرایط فعلی ما شرایط نارامی است، یک واقعیتی است، شرایط غیر قابل می شود گفت که گاهی وقتا حتی تحملی است، شرایطی است که ثبات نداره. و بدترین و پرچالش ترین موضوعی که الان در سطح عامه مردم ما هست همین ابهام قضیه است، سردرگمی، که این سردرگمی و ابهام خب چون داره آهسته آهسته طولانی میشه به اصطلاح، اگرچه خب ما مثلا نزدیک به حدود 2 ماه هست که وضعیت داریم، در بعضی از ولایت‌ها کمتر مثلا، ولی به هر حال واقعیت است که این وضعیت فعلی باعث ایجادی حس شده و دقیقاً باعث و به دنبال او افسردگی ها، عدم اعتماد به نفس، نداشتن انگیزه. پس این امید چی میکنه در زندگی ما؟ انشالله ما هدف و غرض ما است، انشالله همراه با عزیزان ما، همراه با بینندگان نازنین و خصوص هموطنان نازنین ما که الله چه در اونهایی که در افغانستان دارن زندگی میکنن، چه او دسته از عزیزانی که در کشورهای دیگه زندگی میکنن ولی فامیل اونها، خانواده اونها، دوستان و عزیزان اونها در افغانستان هستن و بازی استراب و نگرانی و حتی این تشویش و ناامیدی در وجود اونها هست، انشالله امید به خدا و بر اساس مباحثی که مطرح میکنیم کمکی باشه در راستایی که ما به این حس برسیم که تا وقتی که یک انسان زنده است و حیات داره و زندگی میکنه و فلزا ای چراغ امید در دل او روشن هست و باعث روشن شدن مسیر او میشه. همین که هستم و زنده هستم معنایش است که خداوند این لطفو که در حق ما کرده برای زندگی معنایش است پس من اینقدر توانایی و قابلیتی رو دارم که مسیر زندگی خودم رو ادامه بدم. وگرنه اگر واقعا وجود من هیچ نفعی برای هستی و برای بودن من هیچ نفعی برای هیچ کسی نداشت، قطعا پروردگار حکیم و خالق خبیر ما به عبارتی اگر مبنای وجود ما ارزشی نداشته باشه، خب قطعا مرگ برای ما بهتر است. ولی زنده بودن ما و حیات ما نشان دهنده است و فرصتی که خدا برای زندگی کردن و زنده بودن به ما داده نشان دهنده است که نه، برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم یا حتی خیلی وقتا ممکنه دیگران به ما ایراد بکنن، زندگی ارزش زیستن رو داره و برترین نعمت خدا که حیاتی که بعد از ما در قبل حیات و زنده بودن میتوانیم انواع و اقسام نعمتهای دیگه خدا رو به دست بیاریم. انشاءالله با امید به خدا و با توکل به خدا و امید به بودن و هستی و زندگی کردن و توانایی ها و استعدادهایی که داریم انشاءالله بلند میشیم، حرکت میکنیم و آینده انشاءالله حتما از آن ما خواهد بود. حتما 100% با شناختی که ما از هموطنهای خوب خود ما داریم که در صحنه های دفاع و مقاومت اینا چقدر استادگی کردن، از زن و مرد ما هر دو فرق نمیکنن، این اطمینان داریم 100% که حتما اگر خدای نکرده ناامیدی در زندگیشان هست، اگر احساس خدای نکرده بدون انگیزه فکر میکنن که زندگیشان هیچ است، پوچ است، یا این مسائل رو فکر میکنن، از همین امروز این تصمیم میگیرن با صحبت های زیبای شما خانم
رضایی که زندگیشان پر از امید باشه، که در درجه اول امید به خدای بزرگ هست. خانم رضایی، من چند روز پیش در برنامه ایره گفتم در این شرایط امروزی که ما هستیم، قبلا ما شنیده بودیم که میگفتیم که در هر نفسی دو شکری واجب، درست؟ بله بله. حالا من میگم نه به خدا، در هر نفسی دو شکری واجب نیست، هزاران نفس واجب است. بله. شرایطی که میبینیم سخت است و نفهم مریضی است و کرونا و گپا و جنگ و این مسائل ها دیگه، حالا هزاران واجب است بر ما. بله بله. نه دو تا شکر. خب حالا اگر بیاید بپردازیم به موضوع برنامه ما، میخوام روزی اصلا میخوام یک تعریف از امید داشته باشین برای ما. بله. بسیار عالی. خب ببینید، ما معمولا وقتی که وارد یک مفهوم میشیم که یک مفهوم رو بشکافیم و بعد مورد بررسی قرار بدیم، معمولا خب بر اساس سبک یا روشی که معمولا اتفاق میفته، میگن خب یک این کلمه رو اول تعریف کنیم که چی هست. بله. و بعد بپردازیم که مقصود ما و منظور ما و مفهوم این کلمه چیست. خب امید شاید یکی از اون مفاهیم است که بسیار، از بس که همونقدر که پررنگ و اساسی و مهم هست، همونقدر هم ساده و به اصطلاح روشن و شفاف. بله. نیاز به تعریف اضافه شاید نداشته باشه. خب در زبان عربی ما اصطلاحی که استفاده میکنیم برای او رجا، و در زبان انگلیسی که حالا بیشتر مورد استفاده دوستان ما هست و خصوصا جوانان عزیز ما، ما اصطلاحی داریم که معادله با کلمه هوپ هست در انگلیسی. امید چیست؟ نکته اولی که امید احساسه. احساس. یعنی اگر طبقه بندی میکنیم، ما میگیم که به اصطلاح شخصیت یک آدم، چارچوب شاکله یک آدم از سه شاخه یا از سه قسمت یا به عبارتی سه محور تشکیل شده. اولی اندیشه ها و تفکرات اوست، دومی احساسات و هیجانات اوست، و سومی رفتار و کردار او که قابل مشاهده است. خب نکته اول، امید احساسیست. منتها این احساس انقدر مهم است و اونقدر پررنگ در زندگی ما که روی دو بعد دیگر ما، یعنی روی اندیشه ها و تفکرات ما به صورت خیلی خیلی جدی، و از طرف دیگه روی رفتار و کردار ما موثره. یعنی اگر امید در شاخه احساس قرار میگیره، منتها به صورت کاملا مستقیم و به شدت جدی تحت شعاع قرار میده، اول اندیشه ها و تفکرات ما رو و بعد احساسات و رفتار رو. حالا گاهی وقتا میتونه تغییر کنه؟ بله. خب این حس امیدواری یعنی چی؟ یعنی من در حال حاضر رفتارها، فعالیتهایم را بر اساس یک هدف، یک غایت و یک مقصدی انجام میدم که فکر میکنم و اندیشه ایمه و احساس می است که به او خواهد رسیدم، من او را به دست خواهد آوردم. یعنی به اصطلاح، حالا شاید معادل میکنن در بیشتر تحقیقات علمی، امید به آینده بیشتر مطرح هست. یعنی اصلا کلمه امید که استفاده میشه مربوط به گذشته و حالا تا یک حدی به مربوط به حال میشه، به اصطلاح امید به آینده، یعنی بر مبنای او خط روشنی که در پیش رو میبینم، بر مبنای او تصویر ذهنی که برای خودم در فردا، در هفته آینده، در ماه آینده و در سال آینده ترسیم کردم. خب من امیدوار هستم که ای، ولی در حال هم امید معنی میده. یعنی در حال حاضر امید یعنی چی؟ امید به این که همین که شما فرمودید، همه لحظه که دارم نفس میکشم، اکسیژن هوا رو میگیرم، وارد ریه‌های میکنم، امیدوارم که توانی رو داشته باشم که اکسیژن رو وقتی که به اندازه‌ای که لازم بود به اصطلاح جذب شد توسط سیستم دستگاه تنفسی من، توان اینه که ایره برگردونم و دوباره نفس بکشم و دارم. امید اصلی ترین فاکتوری است که به زندگی ما رنگ میده. همونطور که شما فرمودید، حالا انتخاب این قضیه که چرا ما میگیم به رنگ امید، به رنگ امید یعنی به رنگ زندگی، یعنی به رنگ زیستن، به رنگ بودن، به رنگ هستی. چرا؟ چون اگر کسی امید نداشت، انگار هیچ نداره، زندگی نداره. زندگی نداره. چرا؟ چون وقتی که یک آدمی، ببخشید، ما در مباحث تخصصی تر بحث که میکنیم، میگیم که حالا موجودات هستی گیاهان و نباتات هستن، حیوانات هستن و انسان ها، و انسان برترین و کاملترین مخلوق بشره، یا به اصطلاح اعتقادات دینی ما اشرف مخلوقات است. بله. همانی است که خدا برای خلقت او به خودش آفرین گفت که تبارک الله احسن الخالقین. همانی است که خدا دستور داد به ملائکه که او رو سجده کنن، که اینی جائل فی الارض خلیفه، جانشین خدا روی کره زمینه. خب این انسان، و بعد به تبع حالا ما در بالاترین مرحله خلقت هستیم. امید فاکتور اساسی است که زندگی مرا و وجود مرا روشن و شفاف به من میگه که من به عنوان یک انسان چه میخواهم، به دنبال چی هستم. می زندگی کردنمه، همی بودنمه، همی حیاتمه. امید یعنی این که من برای بودن خودم، برای که زنده ایم، نفس میکشم، برای که من با حیوان متفاوت هستم،
و اینکه ما با او گیاه متفاوتم. او گیاه خب هدفش ایست که فقط رشد کنه، اگر آب و خاک مناسب باشه، هوا و نور کافی برسه رشد میکنه. خب او همو کمالش هموست. حیوان مقداری پیشرفته تره دیگه، نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن و فلان و فلان داره، تولید نسل میکنه در همه حیوان ها. این که مثلا قدرت طلبی دارن، یکی برای یکی دیگه چیره میشه. او مثلا از این مثلا فرض کنید در گربستانان در شیر و پلنگ از همو محدوده زندگی خودش به عنوان یک اقلیم محافظت میکنه، مراقبت میکنه، جلوی دشمن رو میگیره، اجازه نمیده که کسی خب پس اینها هم باز یک هدف دارن برای زیستن. خب خانم رضایی تو همینجا صحبت ها را داشته باشیم، یک میان برنامه داریم انشاءالله. بعد از او باز درست میپردازیم به موضوعی که به هر حال امید چقدر در زندگی اهمیت داره و فاکتور اصلی زندگی ماست. عزیزان بیننده، میان برنامه آماده نشت است که تقدیم حضور شما میکنم. امام حسین علیه السلام و نادا هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله صلی الله علیه و آله، هل من موحد یخاف الله فینا، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند، آیا مسلمانی هست درباره ما از خدا بترسد. بازم خوش آمدید میگم به شما عزیزان. روزه سه شنبه شما بخیر و به سلامت باشه. با برنامه روشنا همراه هستین. بسیار خوش میشیم که شما عزیزانم با ما در ارتباط باشین، معنای امید را شما برای ما رایی کنین و بگوین که امید در زندگی یعنی چی، چه چیزهایی میتونه در زندگی ما امیدوار کننده باشه. مثبت 964-780-255-40-13 نمبر واتساپی ما هست و میتونین از این طریق بسیار به خوبی با ما در ارتباط باشین. خب میپردازیم به ادامه صحبت ها و اینکه امید در زندگی. خب خانم رضایی بفرمایید. تشکر از شما. من یک بار دیگه رو به صورت خیلی ساده خدمت دوستان میگم که ما قصد ما ایست که بگیم که خب امید چیست در زندگی. بله. خب یه طبقه بندی داریم، ما میگیم که موجودات زندهی که به هر حال روی زمین هستن، گیاهانن، حیواناتن و انسانها. خب بعد توضیح هم دادیم که ما در بالاترین به عبارتی درجه وجود هستیم، به خاطر اینکه علاوه بر اینکه او رشد نباتی و فیزیکی رو نسبت همونطور که گیاه داره داریم. بله. و ویژگی های مثلا فرض کنید خصلت های حیوانی رو که در حیوانات هم هست ما اونها رو داریم، ولی در کنار او و باز به عنوان برترین و بالاترین امتیاز انسانی، قوه تعقل و تفکر و اندیشه و از همونتر انتخاب و اراده ای رو داریم و آزادی در انتخابی داریم که باعث میشه که ما به عنوان خلیفه خدا روی کره زمین باشیم و برترین موجود عالم. خب ببینید امید یعنی چی؟ امید یعنی این که صرفا مثل او گیاه که مثلا ببینید ما یک دانه لوبی رو فرض کنید میکاریم در خاک. خب بعد اگه همون شرایط آماده بود، آب بود، نور به اندازه کافی رسید، خاک مناسب بود و هوا هم هوای مناسبی بود، خوبی گیاه سر از خاک در میاره، رشد میکنه، هرچقدر که بود رسیدید بیشتر بالندگی داره. و اگر نرسیدید خب خشک میشه. بعد حالا باز به درجه بالاتر در مورد حیوان ها، اگر جای مناسبی باشه، آب و هوا با شرایط زیستی اونا مناسب باشه، به اندازه کافی جای چیزی باشه که بخورن، خب زندگیشون رو میکنن، همون تولید مثل خود میکنن و بعد در نهایت حالا یا یکی دیگری رو میکشه بر اساس قانون جنگل، یا یکی که عمرشون به پایان میرسه میمیرن.
اگر قرار باشه تصور ما از زندگی کردن این که خب صبح بیدار میشم، هرچی که مثلا در خانه بودی رو میخورم، بعد یک مثلا فرض کنید میشینم همینطور رو چوکی یا رو زمین، خب اگر فلان تلویزیون بود نگاه خواد کردم، اگر که کسی بود با او گپ خواد زدم، نبود خوبی چی، باز چاش میشه، باز گوش نمیشم، باز نان خواد خوردم و بعد شب شد، بعد شب خواب میشم، باز دوباره. خب بعد یک سوال پیش میاد، پس تفاوت ما با گیاه چیست؟ اگر فقط غرض خوردن، یا بعضی از آدمایی که فقط یک بودی به زندگی نگاه میکنن، مثلا اون دسته از افرادی که به شدت حرص دارن برای به دست آوردن، از این لحظه ای که یه آدم یک کمکی بالغتر شد و به اصطلاح این تفکر رسید که خب ثروت چیز خوبی است، من پول جمع میکنم، شروع کرد به جمع کردن، جمع کرد از این صبح که میخواست بلند بشه، اون تفکر ای بود که خب امروز چقدر فلان و و و تا خب این صرف فقط جمع آوری کردن و ذخیره کردن، همون مصداق آیه قرآنه که در سوره مبارکه داریم که جمع میکنه مالن و عدده، هی در به عبارت مشغول جمع آوری کردنه، یحسب ان ماله اخلده، فکر میکنه که این مال او و این ثروت او و به قول معروف پول میتواند او رو اخلده کنه، یعنی جاودان باقی مونه که فانیست، و بعد یک زمانی میبینی مرد. خب این هم نیست، پس او چیست؟ امید. یعنی این که دو تا شرط داریم، ما میگیم که اگه به عبارتی او رو نقطه میانی در نظر بگیریم، در وسط، قبل از امید باید یک چیز باشه و بعد از او چیزی دیگری. آن چیزی که قبل از امید بسیار بسیار مهمه، هدفه، مقصده، یک تصویر روشنی از اینکه من قراره چی کنم، من برای چی به دنیا آمدم، من چه کار خواد کردم، هدف من، مقصد. چون ببینید تا زمانی که من مقصد و هدفی تعیین نکنم، بعد برای اون، برای رسیدن مقصد برنامه ریزی نمی کنم. و برنامه ریزی یعنی شروع کن به انجام کاری که خب پس اگر هدف و مقصد، بسیاری از ناامیدی ها، بسیاری از احساس یأس هایی که به وجود میاد، برای دسته از آدم هایی است که روز شام میکنن، شام میخوابن، با صبح بلند میشن. خب چی گپه برادر، چی گپه خواهر، زندگی خوردن و خوابیدن نیست. زندگی میکنیم. خب زندگی میکنیم با چه قصدی زندگی میکنیم؟ برای ما چه هدفی زندگی میکنیم؟ با چه آرمانی زندگی میکنیم؟ زندگی میکنیم چه بسا؟ شاید به نظر بعضی از بینندگان ما به نظر بگم مگه همچی چیزی امکان داره؟ بله، بسیار متاسفانه زیادن، نه فقط در بین ما، در همه فرهنگ ها و در همه کشورها، حتی در حال حاضر دنیا، در بسیاری از جوامع، حتی جوامع متمدن و پیشرفته، آدم هایی هستن که هیچ هدفی و هیچ مقصدی برای زیستن ندارن. خب یکی از دلایل اصلی ایجاد ناامیدی است که من هیچ اصلا نمیدونم که به قرار چیکار کنم. مثل همون گیاه میگم، خب اگه همه شرایط موافق بود من زندگی خواد کردم، اومدیم، اگه نور از من گرفتن، اگه آب از من گرفتن، اگه خاک از من گرفتن، خب میبینم دیگه، من که دست خودم نیست. پس این قبل از، یعنی به عبارتی امید مسبوق به هدفه، مسبوق به مقصده، اینکه من یک هدفی، یک غرضی و یک نگرشی نسبت به زندگی دارم. اما او چیزی که بعد از امید، بسیار بعد از داشتن مقصد، من بر اساس مقصد برنامه‌ریزی می‌کنم و برنامه‌ریزی به من امید میده که انشالله فلان اتفاق خواهد افتاد. منتها چیزی که بعد از امید، یعنی بعد از اینکه من برنامه‌ریزی می‌کردم، هدف گذاری می‌کردم، تلاش. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی انسان به هیچ چیز نخواهد رسید مگر تلاش. خب حالا امید میشود فاکتور اساسی میانی که به من میگوید انسان، ولو که فردا قرار زندگی، ولو که همین یک روز قرار زندگی کنی، برای یک روز زیستن چه قصدی داری، چه غرضی داری، چه هدفی داری؟ تو فردا، تا فردا میخوای چطور زندگی کنی؟ هدف یا کوتاه مدت یا بلند مدت، یا خرد یا کلان، یا کلان. حالا یک اولین گزینه، پس این حالت میانی است. امید واسطه بین است که من به عنوان یک انسان چه هدف و غرض و مقصدی برای خودم تعیین کردم، و اگر هدف و مقصد خودو تعیین کردم، حالا چقدر تلاش میکنه برسیدن. دیگه یعنی بستگی به او هدف دارد تلاش. پس ببینید، تاکید میکنم، اگر من این را یک کم واضح‌تر میریم وارد زندگی حال حاضر امروز مردم ما میشه، اگر عزیز نازنینی، خانم شاغلی که الان بیکار شده، پدر و برادر بزرگواری که مدت هاست که کار او مثلا دکان او بند و نمیره، و یا اصلا کلا کار او تعطیل شده، الا بر دلالی به شرایطی ورشکست شده، مشکلات اقتصادی شدید پیش آمده، خب آیا دنیا به آخر رسیده؟
آیا مثلا تمام توانایی تو فقط همون دکان بود؟ تمام توانایی تو همون سرمایه بود؟ سرمایه که از اون سرمایه رو چگونه به دست آوردی؟ از چه راهی به دست آوردی؟ خب قطعا تلاش کردی، زحمت کشیدی، فکر کردی، برنامه‌ریزی کردی. آیا اون توانایی فکر کردن، دست برای تکان دادن، پای برای حرکت کردن از تو گرفته شده؟ یا فقط صرفا ماحصل مثلا 10 سال 20 سال زندگی کردن تو از تو گرفته شده؟ خب سوخت، آتش سوخت، انتحاری شد، ایتو شد. خب حالا اونا از بین رفت، یعنی همون به اصطلاح من احساس میکنم که من برای اونا برنامه‌ریزی کرده بودم، تلاش کرده بودم و به دست آورده بودم، باعث خوشحالیم بود، حالا از دست رفت. خب اگر او به عبارتی شی او حتی خدای نکرده عزیزم از دست رفت، درست، فرزند نوجوانم و فرزند جوانم از دست رفت، آیا اساسی ترین هدف زندگی من فقط بزرگ کردن او بود؟ من خودم به عنوان یک مادر، خودم به عنوان یک همسر، آیا فقط بر اساسی که خب یک نفر مثلا صرف بودن وجود همسرم زندگی میکردم؟ آیا خودم به تنهایی به عنوان یک انسان هدف و مقصدی برای زندگی کردن نداشتم که حالا اگر او رفت دیگه من هیچ ندارم برای زنده بودن؟ ببینید دوچار یک برهه تاریخی خیلی اساسی شدیم. خیلی از عزیزان ما خیلی چیزهایی را که داشتن از دست دادن. بله بله. و این واقعیتی است. ما درک میکنیم بله. این احساس حس ناامیدی وجود داره بله. اما وجود حس ناامیدی باید ثابت باشه. باید یعنی ما در همین حالت بمانیم. باید یعنی همینطور پیش بریم تا خدای نکرده به یک جایی برسیم که تبدیل به یک انسان به ظاهر زنده‌ای باشیم و یک مرده متحرک. نه. دوچار امثال افسردگی ها و مشکلات دیگه شویم. دوچار خب بعضیا میگن که الان یک حالا ما دوست با دوستان و عزیزان ما که گفتگو میکنیم مثلا میگه که خیلی ساده میگه خب اونایی که داشتن فرار کردن، هر کی که دستش میرسید رفت، ما خونه نه پولی داشتیم برای مثلا چی. بعد احساس میکنی که وقتی او عزیز نازنین گپ میزنه احساس میکنی که آدم دیگه هیچ، یعنی انگار دیگه هیچ امیدی برای زنده بودن و زندگی کردن نداره. میگم خب عزیز من حالا اونایی که رفتن که به قول تو پول داشتن، سرمایه داشتن یا فلان مثلا واسطه را داشتن که اونا رو مثلا به هر ترتیبی راهنمایی کنه یا امکان خروج اونا رو از کشور ایجاد کنه، شما که الان زندگی الان در اون مملکت هستید، در اون شهر هستید، در اون ولایت هستید، حالا به هر حال او به اصطلاح امنیت نسبی که برقراره، آیا شما دیگه خودتان هیچ هدف و غرضی برای زندگی کردن ندارید؟ یعنی الان علیاذ بالله فکر میکنید که خداوند از خلقت شما دیگه هیچ هدفی نداره؟ یعنی الان دیگه اگه ایتو بود که خب واقعا که ما قائل بیستیم که خداوند حکیم است و خدا خبیره و پروردگار متعال هیچ کاری رو بی هدف و غرض انجام نمیده. فلذا من بنده به عنوانی که خلیفه خدا روی زمین هستم هم به تبعیت ازی باید برنامه‌مون روشن کنم. خب شرایط اقتصادیم خراب شد. دارم تاکید میکنم. آیا او کسی که او سرمایه رو به دست آورده بود مگه من نبودم؟ بله. خب من از اندیشه همون تفکر استفاده کرده بودم، تلاش کردم شبانه روزی. همون آدم زنده است، همون دست و پا رو خدا رو شکر داره، همون سلامتی رو داره. بله. حالا اگر چه یک قسمتی از اون یک مقدار قابل توجهی ممکن انگیزهام کم شده باشه. اونطا به دلیلی که زنده هستم و زندگی میکنم دوباره به اصطلاح چالان میکنم. یعنی همو کلید اصلی یعنی امید همو کلید اصلی است که شما یک موتور بسیار مدل بالام که داشته باشی، مادامی که انگشتی نباشه و حرکتی نداشته باشه که همو کلید شما دو چی به عبارتی قرار بدی و او را فشار بدی و حرکت بدی، موتور چالا نخواهد شد، روشن نخواهد شد، هیچ فایده هم نداره. خود یک انسان نخواهد هیچ تغییر نمیتونه ایجاد کنه. هدف فقط از اصلی ما هم همیست، اراده، هدف، دنبال مقصد بودن، انگیزه داشتن برای که خب ولو که حتی یک نمونه دیگه در مورد عزیزان که واقعا کسی را از دست دادن، عزیزشون از دست دادن. تأکید میکنم که ما به عنوان مسلمان و به عنوان انسانهایی که معتقدیم بر اساس تمسک و توسل به سیره بزرگواران دینی، به سیره پیغمبر و ائمه معصومین، اگر او گونه باشد، زمانی که پیغمبر ما داریم در سیره پیامبر صلوات الله و سلام علیه که فرزند مثلا پسر نداشتن، زمانی که مثلا خداوند به اونها فرزندی داد و فرزند حضرت به هر دلیلی حالا در کودکی از دنیا رفت. خب بعد اگر اینجوری بود پیغمبر حتی اراده تاکید کردن به مردم که اینکه فرزند مرا خدا داده نعمتی بوده، خدا به من داده و نعمت رو از من گرفته. یعنی ما در سیره و سنت و سلوک پیامبر گرامی اسلام و همینطور ائمه معصومین داریم، حتی زمانی که مواجه میشن با سوگ عزیزان، با داغهای بسیار، شما مواجهه حضرت زینب رو در عصر یا غروب یا شب عاشورا وقتی که میبینید، یا او کلام بسیار بسیار میشود گفت که شاید یکی از شیواترین کلاماتی که در مورد حالا مشخصا حضرت زینب، نه در مورد انسان
به صورت کلی میتوان گفت اینکه کسی در بالاترین مصیبت ها گرفتار بشود، در بدترین شرایط به عبارتی قرار بگیره، ولی وقتی که از او بپرسن که خب شما با همه بدبختی مثلا چه میکنی، بعد فرد با اطمینان کامل با باور کلی بگه هر آن چیزی که من دیدم جز زیبایی نبود. چرا؟ زیرا که به همو به فرموده حضرت ابو عبدالله الحسین به عین لاست، در محضر خداست، در مقابل چشمان خداست، راضی بودن به رضای خداوند. بر اساس یک هدف و مقصد و غایتی کار انجام دادم. وقتی که من هدف داشتم در راستای رسیدن به هدفی تلاش کردم و این نتیجه است. بله. پس بنابراین او خدا هم همچنان هست و خدایی میکنه و من انسان هنوز زنده هستم و دارم زندگی میکنم. پس او هدف همچنان ادامه داره، فقط الان نیاز به ایست که من اگر شرایط تغییر کرد من کمی بیاندیشم و خودم با شرایط بفودم تلاشم تغییر بدم. اگر قبلا مدل دیگه تلاش میکردم الان یک گونه دیگه تلاش میکنم. اگر قبلا من دارای حکمت و ببخشید حشمت و جایگاه و ارزش و احترام بودم در جامعه، الان اگه او حشمت و ارزش و جایگاه سقوط کرده، او را من به دست آورده بودم یا کسی دیگه به من بخشیده بود؟ نه، من تلاش کرده بودم. خب من همون آدم هستم، دوباره تلاش میکنم. فقط با این تفاوت که اگر دیروز مثلا فلان صاحب فلان مسند بودم یا فلان چوکی را داشتم، الان اگه او چوکی را به من نمیدن جای دیگه که میتونم کار بکنم. اگر من توانایی دارم با تلاش و کوشش به همون برسم، حتی به احسن بر شما چیزی که نکته ای کسی که ز کوشش به هر چیز خواهی رسید، به هر چیز خواهی کماهی رسید. یقین داشته باشیم، مطمئن باشیم، مگر عنصر به همون شاه کلید امید داشته باشیم. فقط تفاوتش اینه که میگم که نهایت اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که مسیر رفتنمون رو، نوع تلاش کردنمون رو، یا حتی هدفی رو که تعیین کردم باید تغییر بدم. چرا؟ چون شرایط عوض شده. بله. شرایط تغییر کرده. من که مثل او گیاه نیستم که فقط یک حالت داشته باشم. من که مثل او حیوان نیستم که فقط نیازهای محدود داشته باشم. نیازهای ما بسیار بسیار متعالی است. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. تو ببین که تا چه حد است مقام آدمیت. من مقام بسیار بسیار عالی مرتبه تری از بقیه موجودات دارم. فلذا اگر جایی سرم به سنگ خورد، با شکست مواجه شدم، با محرومیت، با محدودیت، حتی خدای نکرده دچار ظلم شدم و مظلوم شد، مظلوم واقع شدم، انسانیت دیگه سر جای خودش باقی است. همو توانایی رو دارم. پس شرایط اگر تغییر کرده، شرایط اگر ناگوار شده، شرایط اگر سخت شده و حتی شرایط به جای رسیده که او انگیزه را از من گرفته، نه، اول و مهمتر از همه باور به این که هستم و این برترین نعمتی است که یک موجود زنده بید. زندگی و زنده بودنه. وقتی که هستم، پس حالا که هستم میتوانم. فقط تنها تفاوتش اول شرایط رو بسنجیم، باور کنیم که جهان تغییر میکنه. بله بله، همه چیز در حال تغییره. دقیقاً. شرایط عوض شده، همیشه شرایط به کام ما نیست. فراز و نشیب داره. گاهی وقتا در پستی هاست آدم، گاهی وقتا در بلندی هاست. به هر حال بر اساس همه اونها آدم باید برنامه ریزی داشته باشن. شرایط عوض شده، اول شرایط خوب درک کنیم. یک بررسی کامل در روایت معصومین علیه السلام هست، المؤمن کیس. او کیاست، او زیرکی و او دقتی رو که لازم هست حتما انجام بدیم، شرایط رو بررسی بکنیم. بعد اگر من تا 3 ماه پیش فلان آدم بودم با فلان برنامه‌ریزی و فلان موقعیت و جایگاه و فلان هدف و این قسم کار میکردم، تلاشم در این راستا بود، حالا شرایط عوض شده، خب پس من هم هدف و غرض و مقصدم رو تغییر میدم، یک انگیزه هایم رو برای یه چیز دیگه تغییر مسیر میدم به یک سمت دیگه و حالا در همون مسیر تلاش خواهم کرد و یقین دارم که حتما نتیجه خواهد داد. به خاطر اینکه ببینید، ما در مثال ها داریم، میگه که سخت تر از سنگ نداریم، ولی سنگ رو میشود با فولاد شکست، ضربه زد، شاید با ضربه اول نشکنه، با ضربه دهم نشکنه، ولی با ضربه صدم بالاخره خواهد شکست. خانم رضایی 5 دقیقه فرصت داریم. بسیار. پس اگر سنگی در مقابل من قرار گرفته، من میتونم اون رو با آهن، با فولاد بشکنم. یعنی من خودم سخت بشم به همون اندازه و شروع کنم به ضربه زدن. از اون طرف برعکسش هم هست. گاهی وقتا سخت‌ترین صخره ها رو قطرات لطیف آب میشکنه. یعنی آب با اون لطافتش آرام و مرور زمان، آرام نفوذ میکنه در دل سنگ و این سنگ شکافته میشه. بس کی داره؟ بسنجیم که آیا در موقعیت و شرایط ما او لطافت لازم است یا او قدرت و او به اصطلاح بهت. گاهی وقتا لازم است که در بعضی از مسیرها اگر قبلا ها آدم عادی و نرمالی بودیم، حالا او جسارت بیشتر کنیم، تبدیل به او فولاد بشیم. بله. که ضربه را سهمگین وارد کنیم که سنگ بشکنه. ولی گاهی وقتا نه، ببین نتیجه میرسیم که الان شرایط همو شرایط قطرات آبه. نیاز به یک لطافت است و یک مدارا و یک تحملی که به مرور زمان آهسته آهسته و گام به گام آهسته و پیوسته انشالله در دل سنگ نفوذ کنیم و سنگ رو بشکنیم. یک داستانی
یک شاید مثالی خدمت عزیزان عرض میکنم. ببینید امید در شاکله حتی جسم ما هم بسیار بسیار موثر است. یک مبحث خیلی جدی داریم در مباحث مربوط به سیستم عصبی و مغز که ما در قسمت به عبارت سیستم عصبی قسمتی داریم تحت عنوان دریچه، حالا اصطلاح سادهش دریچه درد یا دروازه درد. دروازه درد حالا در مثلا در یک سنی در کودکی مثلا کمتر فعاله، در دوره جنینی فعال هست، ولی به طور کلی یک ویژگی منحصر به فردی داره که این دروازه درد به یک معنی سیستمه، می شود گفت که خود مغز هست، قابلیتی است که با امید هماهنگ میشه. یه مثال خیلی ساده و واضحی است در کوهنوردی. از دست از عزیزانی که برای صعود به قله‌های مرتفع جهان کوهنوردی میکنن، خب قبل از صعود به اصطلاح از یک فاصله های یک حالت پایگاه هایی درست میکنن یا ایستگاه هایی که در اون ایستگاه ها خب لوازم اولیه برای که مثلا کسی که کوهنوردی که داره میره به سمت بالا یک استراحتی بکنه، لوازم اولیه اگر مثلا آسیب دیده قسمتی از لوازم اون خراب شده یا نیاز به خوراکی داره اونجا بوده داده بشه. داریم و بارها و بارهای به اصطلاح ثابت شده در بحث‌های یعنی حوادث طبیعی و خصوصا در بحث تاریخ به عبارت کوهنوردی که افرادی که سقوط میکنن، یعنی ارتفاعات خیلی زیادی رو سقوط میکنن و مثلا او کوهنورد پای او آسیب میبینه، دست او آسیب میبینه و آسیب دیدگی جدی ممکنه مثلا پای از چندین جا شکسته باشه. ولی از همون نقطه به اصطلاح بالای کوه میبینه که مثلا فرض کنید که شما 1 کیلومتر پایین‌تر، 2 کیلومتر پایین‌تر، چند صد متر پایین‌تر اون ایستگاست و خودش میگه من اگه به اون ایستگاه رسیدم زنده خواهم ماند. اگه خودم به ایستگاه رساندم تلاش میکنم که اگه خودم به ایستگاه برسانم، خب پس بنابراین شکستگی پای من یعنی متوجه میشه که کدوم قسمت آسیب دیده. از همون بالا این همون هدف، وقتی مقصد مشخص میشه من باید به ایستگاه برسم، من باید به اون نقطه برسم، اگه به اون نقطه برسم زنده میمونم. جالب اینجاست که این شکستگی چند بعدی ممکنه که دست او شکسته باشه، صورت او زخمی شده باشه و آسیب جدی دیده باشه، ولی پیام درد صادر نمیشه. چرا؟ امید حاکم بر ذهن ماست. من باید به اون قسمت برسم و میرسم. همین آدم با همین پای شکسته همین 300 400 متر کمتر یا بیشتر میره و خود به اون ایستگاه میرسه. به محضی که ایستگاه رو میبینه و آدما رو میبینه، یک آن تمام درد جدی که قسمت 4 قسمت از پای او شکسته و خون ریزی داره، حتی ممکنه که به محض اینکه ایستگاه رو ببینه بعد دیگه که افت فشار خون پیدا کنه و واقعا به عبارتی قش بکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه امید با یعنی در سیستم فیزیکی بدن ما همینطور، نه فقط در بحث‌های روحی روانی و حالات زندگی و روابط شخصی و روابط بین فردی، حتی در روابط فیزیکال درون سیستم عصبی ما به نحوی تعبیه شده که اگر امید داشته باشیم، یا در بسیاری موارد در مورد بیماری‌های لاعلاج در مورد سرطان گفته می‌شود اگر بیمار امید به زندگی و بالا باشه، نه تنها در بعضی موارد دیدید که در حال در فیلم ها یا در واقعیت ها به طرف میگن شما مثلا 2 ماه دیگه زنده هستی، 3 ماه دیگه زنده هستی، ولی در مورد کسایی که این امیده یعنی یک انگیزه برای زندگی کردن داشته باشن، این 2 ماه ممکنه 2 سال بشه، ممکنه 3 سال بشه، ممکنه 5 سال بشه. و بنابراین امید همون شاه کلیدی است که مسیر منو برای آینده روشن میکنه و از درون همین قابلیت رو داره که قابلیتی رو که تک تک سلولهای بدن منو برای حیات و برای زنده ماندن قوت و قدرت ببخشه، که به کسی که میگن تو 3 ماه دیگه زنده هستی، 3 سال دیگه زنده است، 5 سال دیگه زنده است. چرا؟ چون امید داره به زندگی، امید داره، میگه من میتوانم با سرطان مبارزه کنم، یعنی من این توانایی رو هم هدف و آرمان مشخص و این توانایی رو دارم. یک بار دیگه عاجزانه به عنوان یک خواهر کوچکتر از همه عزیزان ما، به خصوص بینندگان خاص هموطنای عزیز ما که در کشور زندگی میکنن و قطعا این روزها دچار مشکلات فراوان هستن، تقاضایی میست که به آنچه که ما امروز گفتیم و بحث کردیم کمی بیشتر بیندیشن و باور داشته باشن که ما بندگانی هستیم که امید 100% و قطعی داریم به خدا و در کنار امید به خدا برای آینده، برای آینده شخص خودمون، برای آینده جامعه و کشور ما حتما انشالله برنامه‌ریزی خواهیم کرد و تلاش میکنیم برای رسیدن به آینده و قطعا خدا با ماست، چرا که پروردگار متعال در قرآن کریم فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، هیچگاه از رحمت و عنایت خدا ناامید نشید، که اگر ناامید بشید ناامیدی خودش بالاترین گناه هاست و خدایی نکرده به لشکر شیطان خواهیم پیوست. امیدوار هستیم و از خدا میخواهیم که به ما توانایی رو بده که چراغ امید رو همیشه در دل خودمون روشن نگاه داریم. الهی آمین. واقعا وقتی خودم مال فکر میکنم واقعا در زندگی اگر امید نباشه دیگه اون زندگی رنگی نداره. بله. و بسیاری از مسائل های ما در زندگی اگر خدای نکرده ناکامی ها باشه، شکست ها باشه، مسائل های جسمی و روحی که ما در زندگی های خود ما مشاهده میکنیم، کلش منشأ از همین امید دارن. بله.
اما گپی که شما گفتین که اگه انسان وقتی که مثلا پای اگه شکسته باشه با امید میتونه خودش برسانه به جای داد و خود نجات بده، ما هم میتونیم با داشتن امید خود ما را از بدبختی ها، از مشکلات، از سختی هایی که هست وجود دارن بکشیم بیرون و زندگی خود ما و اعضای خانواده ما را به هر حال پر از صفا و صمیمیتی که همیشه من میگم برای شما عزیزان، و امید داریم که این صفا و صمیمیت حتما در زندگی های ما و شما به وجود میآیه، البته با داشتن امید. خب تشکر خانم رضایی عزیز، سلامت باشید، استفاده بردیم، امیدوار هستیم که اگر خدای نکرده در دل و قلب یک بیننده عزیز ما ناامیدی وجود داشت، از همین امروز دیگه این ناامیدی تبدیل میشه به امید و با امیدواری زندگی خودشان پیش میبرند. بسیار خوشحال شدیم از صحبت های بسیار زیبا و مفید شما، از حضور شما هم خدافظی میکنیم. خب عزیزان بیننده بسیار تشکر میکنیم و امیدوار هستم که از همین امروز با یک امید بسیار زیاد زندگی خودت را به خوبی و خوشی پیش ببری و غم و اندوه و سختی ها و ناامیدی ها را از زندگی دور کنی. تشکر که همراه ما بودین. از اینکه همراه ما بودن یک جان سپاس. از زور گرم شما عزیزان خداحافظی میکنیم، شما را به خدای پاک و بزرگ میسپاریم و اما فراموش نکنه نماز اول وقت به لحظات ملکوتی اذان و وقتی کابل هم نزدیک میشیم. التماس دعا داریم از یک یک شما عزیزان پیروز و موفق و امیدوار باشیم. صلوات الله سلامون.